نقش مخالفان نظام پادشاهی در خارج از ایران به خصوص نقش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا و امریکا در انقلاب ایران چه بود و امروز چهل سال بعد از انقلاب فعالان سابق کنفدراسیون درباره انقلاب و نقش خود در آن چه میگویند کازم کردوانی برای دو دوره عضو هیئت دبیران کنفدراسیون بود و در سالهای آخر کنفدراسیون یک پارچه یکی از اعضای سه نفره هیئت مسئولان منتخب شورای عالی کنفدراسیون شد او جامعه شناس است و استاد سابق دانشگاه و عضو و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران کاظم کردوانی در آستانه انقلاب از فرانسه به ایران برگشت ولی بعد از ماجرای کنفرانس برلین در فروردین 1379 او که یکی از 17 شرکت کننده دعوت شده از ایران بود از برلین به ایران برنگشت و سالهاست مقیم این شهر است آقای کردوانی مهمان من در این برنامه است آقای کاظم کردوانی به برنامه به دیگر خوش آمدید سلام بر شما جناب آقای فانی عزیز و سلام بر بینندگان عزیز برنامه شما قبل از اینکه به نقش کنفدراسیون در انقلاب بپردازیم میخواستیم مختصری درباره خود کنفدراسیون صحبت بکنیم زمانی که شما در سال 1345 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتید در اون شهر محل اقامتتون در واقع کنفدراسیونی وجود نداشت در اونجا و این داستان بله تشکیل دقیقا. انجامن دانشجوی اونجا هم داستان جالبی است بله یعنی من نخستین شهری که در فرانسه رفتم برای تحصیل دانشگاه گرونوبل بود و در حقیقت در زمان بازی المپیک زمستانی 1968 که ژنرال لوگل آمد برای افتتاح بازی های المپیک زمستانی المپیک به همراه خودشون ملکه هم آن وقت ایران خانم فردیبارم و خودشون آوردند و در اون زمان آی پاکروان سفیر ایران در فرانسه بود عده از دانشجویان ایرانی که تعدادشون کم بود رو در واقع شرفیاب شدن به حضور اولیا حضرت و ایشون اجازه دادن که یک سازمان یک خانه ایرانی در شهر گرونوبل در واقع تشکیل بشه و هیچ فکر نمی کردن که در این شهر خب به نسبت پاریس دور کسانی دیگری هم ممکنه باشند این سازمان تشکیل شد و ما هم در واقع در ظاهرش سنفی بود ولی حقیقت این بود که سنفی نبود بلکه طرفداران چون بخش زیادی از اون دانشجویانی که رفتن به دیدن ایشون در واقع عموماً وزیرزادگان و در واقع مقامات بالای مملکتی بودند یعنی خانواده هاشون و ما رفتیم و در واقع بعد از یک سال اون سازمان تبدیل شد به یک سازمان مبارز علیه حکومت شاه این به نظر میسته که انجامن دانشیان در جاهای دیگه هم اول به این شکل یعنی به عنوان یک تشکیلات سنفی دانشجوی تشکیل شدن ولی به مرور تبدیل شدن به سازمان مخالف مثلا در امریکا مثلا در امریکا فرض کن که توی مراسمی که مثلا ارجمند دانشیان امریکا میگرفتن سفیر ایران که اون موقع آقای زاهدی بود شرکت میکرد ولی اونجا هم به این شکل تبدیل شد به یک جریان به مخالف نظام پادشاهی بله ببینید اصولا این واقعیت کل به دانشجویان ایران بود یعنی زمانی که دانشجویان ایران حالا چه در ایران چه در خارج خارج خب الان صحبت خواهیم کرد راجع به فدراسیون آرام آرام که به در واقع به مسائل ایران آشنا می شدند و می خواستند اظهار نظر بکنند می در واقع به یه نوعی حتی از دور سعیم بشن در سرنوشت ایران در اون موقع حساسیت بسیار فراوانی از سوی حکومت بود برای دخالت در امر سیاست و اینا پس داده می شدن علی اینا موزگیری می شد آرام آرام این سازبان تبدیل می شدن به سازبان علی حکومت حتی در پاریس هم اینطور بود اوایل کار چنین موزگیری به اسطلاح توند مقابل حکومت نبود ولی هر چقدر که حکومت پیش رفت حکومت شو هر چقدر که پیش رفت و هر چقدر که این دریچه ها رو بست آرام آرام مقابلش هم در واقع پیش رفت و جنبه های مبارزاتی زیاتر شد و در حقیقت جنافانی یکی از مشکلات بررسی انقلاب ایران اینه که عموما یک طرفه میبینن یعنی مثلا نقش روشن فکران حالا اینجا نقش کنفدراسیون یا اهل سیاست خب حالا حالا آقای به این به این, این قبل از بپردازیم به این فقط از نظر تاریخی از کی کنفدراسیون عملا تبدیل شد به یک تشکیلات ضد رژیم از نظر تاریخی از ا... بله از روز تاریخی در واقع اولین جلسه کنفدراسیون اه... که در هایدلبرگ تشکیل شد یعنی کنگره اول کنفدراسیون تو هایدلبرگ بود در سال 1339 در فروردین 1339 که برابر میشه با آوریل 1960 کسانی که این کنفدراسیون رو در اروپا تشکیل دادن اینا کسانی بودند که به طور مستقیم در دوران نهزت ملی و در, در, در ایران شرکت داشتند در نهزت ملی حالا یا دانش بودن یا دانش یا یا دانشو یعنی مثلا شما فکر در اون دوره دبیر کنفدراسیون مثلا کسی مثل منوچه ثابتیان بود آقای دکتر منوچه ثابتیان یادش بخیر در نتیجه از روز اول این کنفدراسیون یک کنفدراسیونی بود که مسئلهش با موضوع ایران و موضوع مردم ایران و حق مردم ایران اصولا در اروپا شروع شد حالا مثلا موقعیت خاصی که در آمریکا بود یا مثلا همون نمونه که ما در شهر گرونوب خدمتون گفتم این خب این نمونه ها بود تو کنفدراسیون ولی خود کنفدراسیون زمانی که تشکیل شد با یه انگیزه سنفی سیاسی تشکیل شد آه. فقط از نظر تشکیلاتی برای اون عده از بیننده های ما که احیانا ممکن آشنا نباشن با کنفدراسیون در انجمن های دانشجویی توی شهرهای مختلف و کشورهای مختلف بود که توی هر کشور این انجمن ها تبدیل به فدراسیون شدند و در سطح جهانی بین اروپا و آمریکا بیشتر تبدیل به کنفدراسیون دانشجویان شدن درست دقیقاً اینطوره برد. دقیقاً همینطوره ولی البته اول کنفدراسیون اروپایی بود بعدم که آمریکا پیوست کنفدراسیون کم... جهانی شد توجه می‌فرمایید ب... ب... مثلا دورهای اول های اول کنفدراسیون کسانی زیر دکتر مهداد بهار دکتر حمید عنایت اینا دبیرای کنفدراسیون کم... بودن و در سالهای آخر ما از آمریکا تا هند حتی در ترکیه بعضی زمانهایی که نظامیان سرکار کار نبودند یک چیزی من فکر میکنم نزدیک شاید به 20 هزار دانشجو عضو و سمپاتی بسیار طرفدار داشت فدراسیون و یه سازمان یگانه بود در تاریخ ایران آها. خب حالا شما پیشتر اشاره به نهزت ملی کردید که منظور نهزت ملی, ملی شدن نفته دیگه بله بله, بسیار دقیقا. خوب. دقیقا حالا نقش نیروهای مذهبی در اون دوران در کنفدراسیون چی بود چون اونجا اون دوره انجمنهای اسلامی تشکیل شده بودند و اینها آیا مثل نیروهایی که گرایش های بیشتر چپ داشتند در کنفدراسیون فعال بودند و شریک بودند ببینید زمانی که آقایان حسن حبیبی و عبالحسن بنیسد به نمایندگی دانشوان دانشگاه تهران آمدند و در کنگره کنفدراسیون شرکت کردند و آقای بنی رو خود کنگره به عنوان یکی از دبیران انتخاب کرد خب اینا کسانی بودند که با گرایش مذهبی در درون کنفدراسیون بودن بعد هم از کنفدراسیون رفتن ولی حقیقت این است که سازمان جریانات مذهبی چه در اروپا و چه در آمریکا مثلا در آمریکا تحت ریاست های دکتر ابراهیم یزدی اینا هیچ سازمان جنبشی نبودن یعنی اینا به صورت محفل های کوچک دانشجویی بودند که در درون خودشون بودن و در تمام این سالها کوچکترین بروز بیرونی در هیچ زمینه ای نداشتن اینا چیزایی بودن مثلا در آمریکا جلسات به سازمان هایی که زیر نظر دکتر یزدی بود فقط به تفسیر قرآن و این چیزا می پرداختن. یعنی درگیری با حکومت نداشتند ولی آ... هم همینطور بود ولی آقای زاده فعالتر بود نستاد بقیه در کنفدرسون ببینید آقای زاده یه دوره بود حتی یه دوره یکی از دبیران کنفدراسون بود بعد به یه دلیل تندخویا و حالا ایشون که فوت کرده کار به غریبی کرد تنها کسی است که از کنفدراسیون اخراج شد همون موقع که آمریکا بود ولی ایشون در واقع بیشتر به عنوان نماینده نهست آزادی فعالیتی که در فرانسه می کرد. به عنوان نهزت آزادی اونم بازم در یه حلقه خیلی محدود مثلا آقای قدسادی بود آقای حبیبی بود آقای بنیسد بود با همه اختلاف که خود اینها بین خودشون داشتن ولی اینا سازمان دانشجویی نداشتن محفل های دانشجویی بود که مثلا توی پاریس بود توی کلم بود اینا ارتباط داشتن آقای صادق تباتبایی طبع تبایی مثلا صادق تبا طبع پیش از اینکه مثلا این به های بپردازه در شهر آخن در همین آلمان آن سازمان عضو هیئت کارداران سازمان آخرین وابسته به کنفدراسیون بود اینا فعالیت های بیرونی هیچ چی نمی کردن. خب حالا در خب کنفدراسیون عملا در سال سی به بعد تبدیل به کنفدراسیون شد و فعال شد در همون سالها در ایران یه سری اصلاحاتی به وسیله شاه صورت بگرفت تحت عنوان انقلاب زوید اون موقع موضع کنفدراسیون در قبال این اصلاحات ظاهرا خسمانه بود خیلی این اصلاحات رو قبول نمیکرد. بیشتر متاثر بود از نیروهای سیاسی که در درون کنفدراسیون بودند یعنی بخش زیاد حالا همه رو نمیگم ولی گردانندگان کنفدراسیون کادرهای کنفدراسیون عموما های سیاسی داشتند خواه به جپه ملی خواه به جریانات چپ و در نتیجه اینها یک نوع منع... یک نوعی منعکس می‌کردند نظرهای در واقع سازمان سیاسی خودشون رو در درون کنفدراسیون کنفدراسیون عموماً کمتر به این موضوع کمتر میپرداخت مسئله اصلیش مبارزه با شاه بود، با استبداد بود، دفاع از حقوق مردم بود دفاع از زندانیان سیاسی که در ایران بودن، مثلا فرستادن و... کلای بیندر به دادگاه های کسانی که در ایران به جرم سیاسی محاکم میشدن، ولی در مجموع حقیقت این است که در مجموع اپوزیسیون ایران، چه در خارج و چه در داخل ام چندان جدی نگرفتن مسئله اصلاحات ارزی رو و این خود عجیب جریان... نیست آقای, آقای کردوانی به خصوص که چون به هر بسیاری از نیروهای کنفدراسیون هم که الان شما خودتون گفتین به نیروهای چپ وابسته بودند و به نوعی ایدئولوژیک بودند و حتی بر اساس ایدئولوژی اونها هم قاعدتا بایسی از اصلاحات ارضی دفاع میکردن برای اینکه اساس اصلاحات ارزی در همون اصلاحات ارضی حق رأی به زنان تشکیل سپاه دانش بهداشت و همه اینها به نوعی کنده شدن ایران از نظام فیودالی اون زمان یا نیمه فیودالی اون زمان بود در راستای تبدیل شدن به یک نظام سرمایه‌داری که منطبق با اون فلسفه و هر مارکسیستی که خیلی از این نیروها بهش اعتقاد داشتن چرا باش مخالفت می‌کرد ببینید تنها یک نیرو بود به عنوان نیروی سیاسی در خارج که طرفدارانش در درون کنفدراسیون هم بودن اونم سازمان انقلابی حزب توده در خارج بود که اینا اصولا طرفدار این, این تز بودند که مطلقا هیچ تغییری در خارج در داخل ایران اتفاق نیافتاده و ایران بر مبنای چون طرفدار چین و تزهای ماوتتون بودند اینا معتقد بودند که جابه ایران نیم مستمر و نیم است و تمام بحث هایی که در اون زمان ها بود ماها این نظر رو نداشتیم ماها بحث این بود که تغییرات شده در ایران از و, و, یه بخشی از مثلا جپه ملی هم طرفداران ملی هم, هم ما هم مطلقا چنین نظری نداشتیم ما هم میگفتیم که خب در ایران تغییر شده و یکی از گرگاه های بحث های کنفدراسیون اتفاقا بر سر این بود منتها ما این اصلاحات رو بیشتر در چارچوب حکومت میدیدیم و در واقع در یک مبارزه بزرگتری که با خود حکومت داشتیم میدیدیم وگرنه کسی نفت نمی که در میان خود ما که ایران به سمت سرمایه داری رفته این رو کسی نفت نمی کرد. شاید تنها جریانی که شاید تنها جریانی که خیلی کوچک بودن بعد از کنفدراسیون رفتن نیروی نبودن حزب توده بود که یک جوری بیشتر موافقت نشون میداد با مسئله اصلاحات ارزی <applause> و یه دوری در واقع یه نوعی همراهی بیشتری باشاه میکرد ما نفت نمی کردیم که این اتفاقات مهم در ایران اتفاق افتاده ولی این اتفاق رو در واقع زیر یه مجموعه بزرگتری که مبارزه با حکومت بود و نبود آزادی و مبارزه با استبداد میدیدیم آها حالا شما اشاره کردیم به سازمان انقلابی که در واقع سازمان انقلابی حزب توده بود که از حزب توده انشاب کرده دارده. بود و مش موسی اتخاذ کرده بود حالا یکی از این اعضای شاخص به این سازمان انقلابی آقای پرویز نیکخواه بود که اون زمان به ایران رفت مدتی کار میکرد و بعد این رو به اتهام سوی قصد به جان شاه یه از جمله آقای نیکخاکی اینها و ازشون اومدن تلویزیون و برحال سار پشیمانی کردن ولی بعدها پرویز نیکخا صحبتش این بود که من با عقل و عقیده راسخ خودم به این نتیجه رسیدم که میشه از اصلاحات یه ایران از انقلاب سفید دفاع کرد و از درون میشه کار کرد ولی کنفدراسیون روی خوشی نشون نداد به،, به این صحبت ها اینا حتی تا اونجا که من میدونم پرویز نیخا سفارش خصوصی هم فرستاده بود برای دبیران کنفدراسیون که من حاضرم در هر جا و به هر شکلی بشینم و با شما های اغنایی بکنم سر موضع عقیدتی خودم ببینید از زندهات پرویز نیکخا شاخصتر بنبان از به عنوان عضو سازمان به اصطلاح سازمان انقلابی اسم بوده خود کورش لاشایی بود که از رهبران از اصلی سازمان انقلابی بود و رفت ایران که انقلاب بکنه مورد مورد پرویز این خب اینا اصلا طور دیگه بود و ولی کوروش لاشایی که به صورت مخفیانه رفت اونها هم به سازمانشون گزارش دادن که آقا اوزا عوض شده و اوزا نیمه مستمر و نیمه فودال و این بحثایی که شما ها میکنید نیست و ما هم هیچ موافقتی نداشتیم با بحثای سازمان انقلابی ولی ببینید در اون دوران ما یه بحث بزرگی که داشتیم بحث مسئله آزادی بحث اینی که ما میخوایم در حقیقت در این آزادانه در سرنوشت مملکت شرکت بکنیم این رو از ما دریغ کردن و تمام فعالی من همون روز هم میگفتیم امروز که با تاکید بیشتر میگویم که آن که تحت عنوان ام اصلاح ترجی شد هنوزم که هنوزه به نظر من بهش پرداختن شده یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در جامعه ایران اتفاق افتاده ماها اتفاقا چون طرفدار این بودیم که ایران سرمایه داری شده از طرف همین دوستان سازمان انقلابی خیلی شدیدن زیر فشار بودیم و حمله میشد و حتی استدلالی که مقابل ماها میکردن این بود که میگفتن که شما میگید ایران سرمایهداری شده پس شاه یه انقلاب کرده از فئودالیسم به سرمایهداری رسیده پس شاه انقلابیه یعنی حتی یه استدلالی خیلی مغلطه‌واری هم با ماها میکردن ولی ما مسئلهمون سری آزادی بود و و بحثمون هم این بود که آقا اینی که یک عده برن با حکومت شاه کار بکنن اصلا در یعنی اصلا در خودمون نمیدونستیم در مقام روشن فکر که در واقع ما بحث این بود که ما بله قربانگو نیستیم و ما میخوایم دفاع از منافع مردم بکنیم این بحثایی رو دارم حالا امروز یه بحث دیگه است ولی بحثمون اون موقع این بود که خیلی عذر میخوام که ما در مقام به دفاع از منافع مردم برای آزادی ها و حقوق مردم ایستادیم خب حالا با توجه به اینکه خیلی ها امروز از چه از طیف چپ و چه از حتی نیروهای مذهبی که به در انقلاب شرکت کردند و سختم مدافع انقلاب بودن الان معتقدند که بهتر بود که انقلاب نمیشد آیا اتفاقات بعدی که افتاد و انقلاب ایران به نوعی درستی نظر افرادی مثل آقای نیخا و اینا رو ثابت نمی یعنی امروز که نگاه جنافانی میکنید؟ ببینید جناب فانی تاریخو نمیشه با اگر ساخت خیلی چیز... ببینید ما بعد از انقلاب مشروطیت رو شنفکران اون زمان دوران مشروطیت یه قولی رو به اسم استبداد توی شیشه کردن و به رغم همه خدماتی که چه رضا و چه محمد رضا شاه انجام داد مهمترین به صلاح بزرگترین ضربه ای که زدن این بود که اون قول استبدادی که تو شیشه رفته بود و در شیشه رو بسته بودن اون در شیشه رو بازش کردن و این رو در واقع حاسد. این انقلاب من فکر میکنم شاید بگیم که برعکس خود که شاه میگفتی که انقلاب سفید انقلاب شاه و ملته این انقلاب در حقیقت انقلاب سال 59 به سال 57 در واقع انقلاب و شاه و ملته یعنی شاه یکی از مسببین بزرگ انقلاب سال 57 همه راه ها رو بست ببینید اولا من خیلی عذر میخوام از شما و از بینندگان عزیزتون شاه برای روشنفکران این واژه فرانسوی انتلیکتوه رو خیر و عذر میخوام این ای اینی که در واقع هست پیش از انتلیکتوهل ایشون این رو به فارسی ترجمه میکرد و میگفتش انتلیکتوهل با این یعنی نگاه اینها به, به, روشنفکر جماعت به این تندا در مورد ماها نبود حتی نسبت به وزراش هم بود نسبت به خوویدا هم بود اینا کساری میخواستند که یه ده تکنوکرات و بیروکرات های بسیار درجه یه کما اینکه بودند. منتها اینها در واقع در حوزه سیاست و سردوشت مملکت مطلقا کوچکترین دخالتی نکنند در نتیجه اگر من و شما نوعی امروز اگر اون به صلاح گوی معروف بود که چهل سال بعدمون میتونستیم ببینیم خب طبیعتا در اون چهل سال پیش طور دیگه تصمیم میگرفتیم ولی همه ما وارد یک بازی بزرگی شده بودیم چه خودشا و چه ما مقابلش در واقع این بازی بزرگ دیگه فراتر از اراده من و شما نوعی بود حقیقت اینه که مثلا خود کنفدراسیون شما می‌دونید سال در واقع تابستان 54 کنفدراسیون واحد دیگه از بین رفت و در دوران انقلاب چیزی به این عنوان کنفدراسیون وجود نداشت روشنفکران ایران شما فکر بفرمایید در انقلاب ایران حالا همه به سراغ کاسه کوزه ها رو سر روشنفکران میش روشنفکران عملا کاری نبودن زمان انقلاب آه. یه توده بزرگی بلند شده بود صدای همه رو خفه می کرد کما اینکه تا سالها بعدم همین توده بزرگ مردمی که بلند شده بود تو خیاب بود در اعتراض به این حکومت هم در واقع صدای روشن فکر رو خفه کرد حالا بس فرق کرده طبیعتا من هیچ قصد جسارت به مردم ندارم و ما زنده ایم به مردم ایران ولی واقعیت این است که اصولا انقلاب دست روشن فکر ایران نبود Hob holo. بله جان شما صحبت از این کردین که به حال بهایی برای روشنفکرا قائل نبودن در رژیم گذشته و شخص خود شا. ولی مثلا فرض کن از سالهایی که اصلاح شروع شد سالهای اوائل دهه چهل که جبهه ملی هم تونست یه مقداری فعالیت بکنه جبهه ملی دوم در واقع اونجا تشکیل شد در دوره دکتر امینی آیا اونجا هم امکانی برای روشنفکرا نبود که مثلا یه مقداری مشارکت داشته باشن در امور کشور یا اینکه بیشتر خود روشنفکرها هم بودن که حاضر نبودن اصولا همکاری بکنن یه چیز دو جانبه بود ببینید زمانی که روشنفکر جماعت یا حالا هر در این تیف زمانی که میخواد در کاری شرکت بکنه نظر خودش رو داره و نظرش رو باید شنیده بشه اون بخش رو کسی حاضر نبود یه تمثیل بزنم خدمتون معروف است که میگویند که ناصر دین شاه بار اول که به اروپا آمد در برگشت خیلی راجب کنستیتوسیون یعنی قانون اساسی صحبت میکرد یکی از بزرگان قاجار گفته بود که ما هرچه سعی میکنیم که به شاه بفهمانیم که این کنستیتوسیون یه طرف دیگه هم داره که محدود شدن قدرت شماست حضرت شاه اون فقره دومش رو قبول نداره ببینید شرکت روشنفکران شرکت به مخالفان سیاسی در یک طرح ملی به این بزرگی بدون در نظر گرفتن اونها غیر ممکنه جبهه ملی من فکر میکنم یکی از درستترین شعارها رو در اون زمان داد زمانی که گفتش که اصلاحات آری و دیکتاتوری نه حالا این که جبه ملی چه بود و چه نبود و همه اینا یه بحث دیگه است من اینجا نمیخوام واردش بشم حتی اونها رو حتی ببینید آدم های او سهون خورد کرده خود حکومت, خود حکومت رو از اندزام های ابتحاش ها تمام آدم هایی که حرفی برای گفتن داشتن چیزی برای ارائه کردن داشتن شاه هر هرگز قبول نمیکرد یعنی این استبداد بیمهار که فقط یه عده بله, بله قربانگو میخواست و, و آدم های وطن ایران هم دوست داشت اصلا بس بر سر این نیست که ایران دوست نداشت ایران دوست داشت و یه تصور میکرد خودش به عنوان فرد به جای اون 35 میلیون 32 میلیون ایرونی تصمیم میگیره خیر این 32 میلیون رو از همه بیشتر میفهمه و خیر اونها رو میخواد بقیه هم هر بقیه هم هر ایشون بگه باید گوشش بکنن بس. اگر گوش نکنن میرن تو زندان آها. که حالا کمان که بوده حالا شما به عنوان یکی از رهبران شاخص کنفدراسیون از اون فعالیت های اون زمان چه درسی گرفتید که بخواید این درس رو منتقل کنید به نسل جوان و به خصوص دانشجویان امروز ایران شاید من امروز بعد از این همه سال فراز و نشیب های زندگی به این نتیجه رسیدم که یعنی اون چیزی که ماها میگفتیم دموکراسی آزادی غلط نبود مونتا چه مختصات این آزادی باید داشته باشه و در کجای جهان داریم زندگی کنیم این خیلی مهم بود که شاید ماها به اون مسائل اصلا توجه نمی کردیم یه آرمان جهان ما هم جهان آرمانگرا بود و امروز در واقع شناخت مملکت شناخت تاریخ ایران اه. و در اون چیزی که در جامعه ایران میگذره به نظر من این چیزی است که من فکر میکنم میشه توصیه کرد و تاریخ ایرونه بخونن حالا حالا آقای کردوانی با توجه به مثلا این دور زمونه که یک انقلاب عظیم ارتباطی ارتباطات در واقع در سطح جهانی به وجود اومده و فاصله ها در واقع کم شده و امکان آگاهی خیلی بیشتر در سطح نسل جوان شما فکر میکنین که نسل جوان امروز ایران درکش از دموکراسی و آزادی خیلی دقیق‌تر و شناخت بهتری داری نسبت به نسل شماها؟ من فکر می‌کنم واقعاً بیشتر از نسل ما امروز نسل جوان ما دموکراسی رو حس می‌کنه و متوجه است کاملاً این درسته ولی یک مشکل بزرگ کماکان همون مشکل قدیمیه که این درک رو نمیتونه در بوته آزمایش بگذاره <applause> یعنی همون هایی که زمان شاه بود که این خواست آزادی به بوته آزمایش گذاشته نمیشد به ماها اجازه داده نمیشد که شرکت بکنیم و خودمون بفهمیم که کجا اشتباه میکنیم کجا درست میگوییم. امروز هم نسل جوان ما همین مشکل رو داره خیلی متشکرم آقای کاظم کردفانی شرکتون در برنامه ممنون از شما ممنون از شما